این شهبرکی شبگردی اطلس می باشد. بین شهبرکا از همه کلانترین به حساب می رود. خصوصیت عجایبی این شهبرکی شبگرد درون است که وی هیچگاه خواب نمی رود و خوراک هم استعمال نمی کند. حالا این نمودی شهبرک در نمایشنامه کلونی شهبرکای تروپیکی در اثرخانه تاریخی ولایتی سوخت گذاشته شده است که ساکنان و مهمانان خوجند می توانند از آن دیدن کنند. نمایشنامه شاهبرکای تروپیکی هفته گذشته روز شنبه سنه 16 ایول در آثارخانه تاریخی ولایتی سوخت افتتاح گردید. این نمایشنامه در همکاری با صاحبکار انفرادی فدراسیون روسیه و مؤسسه دولتی قلعه خوجند تشکیل گردید. در روز افتتاح آن ساکنان زیاد و دوستداران عالمی زیبای شاهبرکا جمع آمدند. مسئولین آثارخانه هم از تشکیل چنین نمایشنامه اظهار خوشنودی کردند، زیرا این یک وسیله جلب ساکنان و آثارخانه هم هست. مقصد از برگزاری این چاره‌بینی جلب بیشتری تماشابینان به آثارخانه و از نزدیکتر شناس شدن با شاهبرک‌های تروپیکی زنده می باشد. در نمایشنامه شاهبرک‌های تروپیکی همگی 100 نمودی شاهبرک‌ها به نمایش گذاشته شد و تماشابینان همچنین خصوصیت‌های خاصی شاهبرک‌های در نمایشنامه گذاشته شده فهمانیده داده شد. مأمور نمایشنامه مذکور ویکتوریا گوربلیو میگوید مقصد از تشکیل نمایشنامه مذکور این به نمایش گذاشتن نمودهای گوناگون شاهبرک‌ها محسوب می‌شود، زیرا این نمایشنامه به کلان سالن و هم کودکان پسند می‌آید. К сожалению, не у каждого человека в жизни случается такая возможность посетить тропическую страну, в которой эти бабочки обитают. Именно поэтому мы решили открыть именно выставку бабочек, а не какую-либо другую выставку с прочим направлением. На нашей выставке дети и взрослые узнают о том, как бабочки появляются на свет, их строение. Также они узнают поподробнее о разных играх мира, смогут пообщаться с бабочками напрямую, скажем так. Это кормление бабочек, также можно будет сфотографироваться с любой бабочкой, которая вам понравится. نمایشنامه شاهبرک‌های تروپیکی تا سنه 28 آگوست سال جاری ادامه میکند. تا این مدت ساکنان امکان دارند که به نمایشنامه آمده از عالم زیبای شاهبرک‌های زنده دیدن کنند. گزارشی فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه تلویزیونی خبر.